دومین سال یاد بوده ترور حشمت خلیل کرزی، یکی از چهره های پرنفوذ کندهار و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور کنونی کشور در این ولایت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز پس از ماها شرکت نکردن در نشست های کاخ ریاست جمهوری به این کاخ پا می گذارد. این مقد و سنین نظام اساس جناب ولس مشر صاحب کرزی که مقتول دی کرزی صاحب مدیونیو او فرمان بردار. یو وارم چې درته ولس مشر وویلې، اوس درته ملي مشر وویلې. ریاست جمهوری به حشمت خلیل کرزی لقب شهید ملت افغانستان و به صفی الله پسر او مدال عالی دولتی غازی محمد اکبر خان را اهدا می کند. عقیده مشترک ما ایست که وحدت ملی ما هیچ وقت خدشدار نمیشه. در مقابل این جنگ تعمیل شده ما پیروز میشیم. ارمان صلح تنها ارمان خان شهید نیست، همه ما اولین و آخرین ارمانی ملت صلح پایدار است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت ریشه این هراس افغانی ها را در بیرون از کشور می داند. او از پاکستان می خواهد تا به گونه جدی با هراس افغانان مبارزه کند. خواسته دیگری نیز از مردمان کشور دارد و آن این که شهدای کشور را به یک سمت مشخصی مربوط نسازند. شهید سبب وحدت ملی، سبب اتفاق کشور و سبب قوت کشور ماست و سبب قوت سرزمین ماست. شهیدا را تقسیم نکنیم در بین خود. شهدا افتخار مشترک، افتخارات مشترک همه ملت و مردم افغانستان هستند و یادآوری از یکیشان و تجلیل از یکیشان و قدردانی از یکیشان ارجگذاری به خون همه شهدای افغانستان است. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه تعهد می سپارد که تا چند روز دیگر بنیاد خیریه‌ای به نام برادرش ایجاد خواهد کرد. بنیادی که هدف آن کمک به مردمان نادار خواهد بود. خانشید ستر ارمان صلح. خانشید پدی پیدی چی که صلح و دی وطن ترانسی در جوان هیچ برخه اقتصادی که تولنیزی که معرفی پر مختنیزی در خپل جوان خپل گرد کارونه صلح تور کردی و او آخر در آغاز صلح قربانی سو. حشمت خلیل کرزی، پسر بزرگ خلیل کرزی، کاکای رئیس جمهور پیشین کشور، به روز دوم عید فطر سال 1393 هجری خورشیدی هنگامی ترور شد که انتحار کننده ای مواد جاسازی شده در دستارش را در خانه او منفجر ساخت. سه سال پیشتر از آن احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور نیز از سوی یکی از نگهبانانش کشته شد.